جمهوری خلق چین در ادامه پروژه اسلام ستیزی و به منظور آنچه حفظ صبات اجتماعی خانده قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن فرهنگ مسلمانان با آموزه های کمونی سازگار می شود. به گزارش شویوز به نقل از گلوبال تایمز این حرکت دولت چین پس از دیدار مقامات این کشور با نمایندگان هشت انجمن اسلامی چین صورت گرفت. مقامات دولت چین اعلام کردند که اسلام را با کمونیسم سازگار می کنند و اقداماتی در راستای تطبیق اسلام با آداب و رسوم چینی انجام می دهند. بیش از هفتاد مبلغ مذهبی از ناحیه مستقل منطقه اویغوری سینکیانگ در یک دوره آموزشی اجباری چهار ماه در پکن شرکت کردند و متعهد به آموزش تجربیات اسلامی به مردم منطقی شدند که توسط افرادگرایان مذهبی آسیب دیدند. به نوشته نشریه در حال حاضر جزئیات درباره چگونگی انجام این اقدامات ارائه نشده است این تصمیم در پی سرکوب مسلمانان اویغور چین اتخاذ شده است بر اساس آمار سازمان ملل متحد نزدیک به یک میلیون مسلمان ایغور در بازداشتگاه های ایالت سینکیانگ نگهداری می شود. آنها در آنجا مجبور به انکار دین خود و اعلام وفاداری به حزب کمونیست حاکم در چین هستند چین به بهانه نگرانی از افزایش فعالیت های افراطی در این منطقه محدودیت شدید علیه مسلمانان این کشور اعمال می کند در حالی که گروه های حقوق بشری چین را به پاکسازی قومی محکوم کردند.